سلام شنوندگان عزیز با این امید که در سلامت جسم و آرامش الهی عیسی مسیح به سر میبرید مطالعه دیگری در کلام خدا را آغاز می کنیم عنوان این مطالعه هست شناخت ارتباط کلام خدا در اول قرنتیان فصل دو آیات 6 تا شانزده با زندگی امروز من شناخت ارتباط کلام خدا در اول قرنتیان فصل دو آیات 6 تا شانزده با زندگی امروز من عزیزان با هم این قسمت از کلام خدا را که قسمتی از فرمایشات پولس رسول در نامهای به کلیسای قرنتوس هستند با هم مرور می در این قسمت از کلام خدا در اول قرنتیان فصل دو آیات 6 تا 16 چنین میخوانیم. با این حال وقتی در میان مسیحیان با تجربه هستم در سخنانم از حکمت و فلسفه استفاده می کنم. اما نه از حکمت و فلسفه‌ای که مورد پسند دنیا و بزرگان آن است. بزرگانی که محکوم به نابودی اند. سخنان ما حکیمانه است زیرا از جانب خدا و درباره نقشه حکیمانه اوست نقشه ای که هدفش رساندن ما به حضور پرجلال خداست اگرچه خدا این نقشه را پیش از آفرینش جهان برای نجات ما ترک کرده بود اما در گذشته آن را بر هیچ کس آشکار نساخته بود حتی بزرگان این دنیا نیز آن را درک نکردند زیرا اگر درک می کردند خداوند جلال را به صلیب نمی کشیدند. کتاب آسمانی نیز در این مورد می‌فرماید که خدا برای دوستداران خود چیزهایی تدارک دیده است که هیچ انسانی هرگز ندیده، نشنیده و به فکرش نیز خطور نکرده است. اما خدا این امور را توسط روح خود بر ما آشکار ساخته است. زیرا روح خدا از ترین اسرار خدا آگاهی دارد و آنها را بر ما آشکار می سازد. هیچ کس نمیتواند بداند که در باطن شخصی دیگر چه می گذرد مگر خود آن شخص. به همین ترتیب هیچ کس نمیتواند افکار و نقشه های خدا را درک کند مگر روح خدا. خدا در واقع روح خود را به همین منظور به ما عطا فرموده است تا توسط او بر ما آشکار کند که چه هدایای پرشکوهی از لطف و برکت خود نصیب ما ساخته است بدیهی است روحی که ما یافته ایم با روح این دنیا تفاوت دارد به هنگام گفتگو درباره این هدایا نیز از کلماتی که به عنوان یک انسان می توانیم به کار ببریم استفاده نمی کنیم بلکه عینا همان کلماتی را به کار میبریم که روح خدا به ما الهام می کند به این ترتیب حقایق روح القدس را با کلمات روح القدس بیان می نمائیم. اما شخص بی ایمان قادر نیست افکار و اسرار خدا را که روح القدس به ما می آموزد، درک کند و بپذیرد. این امور به نظر او پوچ و بیمعنی می آیند زیرا فقط آنانی که روح خدا در وجودشان قرار دارد می توانند مقصود او را درک کنند. اما سایرین قادر نیستند این مطالب را بفهمند شخص روحانی هر چیز را تشخیص می دهد و درک می کند و همین امر موجب تعجب و ناراحتی مردم دنیا می گردد مردمی که هرگز نمی توانند او را درک کنند چگونه ممکن است که بتوانند او را درک کنند؟ هرگز سعی نکرده اند افکار و مشیت خدا را درک کنند یا با او سخن بگویند و راز و نیاز کنند ولی ما مسیحیان دارای فکر مسیح می باشیم و افکار او را درک می کنیم. آمین خب عزیزان قسمتی که خدمت شما قرائت کردم در کلام خدا در اول قرنتیان فصل دو آیات 6 تا شانزده بودند ببینیم این قسمت از کلام خدا چه ربطی با زندگی امروز ما داره قبل از شروع با هم از خداوند درخواست کنیم تا قلب و فکر ما را برای شنیدن از او آماده کنه خداوند از تو سپاس گذارم زیرا که مشتاقی با من صحبت کنی و مرا همچون فرزند عزیز خودت تعلیم دهی خداوند از تو درخواست می کنم تا در درک صحیح از آنچه که تو امروز می خواهی به من تعلیم دهی کمکم کنی در نام عیسی مسیح درخواست می کنم آمین دوست خوب من با وجود این همه فریب و دروغ در دنیایی که امروز من و شما در آن زندگی می کنیم هر کدام از ما ایمانداران به عیسی مسیح نیاز مبرم به تشخیص روحانی و معنوی داریم گرچه ما ایمانداران به عیسی مسیح به حکمت خداوند پدر آسمانیمان دسترسی داریم اما حکمت خداوند چیزی نیست که ما به طور خودکار از آن برخوردار بشیم عزیزان حکمت خداوند را باید با جدیت هرچه تمامتر جویا بود برای شناخت و درک از حکمت خداوند مطالعه کلام او بهترین نقطه شروعه اما سوال اینجاست که به چه دلیل مطالعه کلام خدا بهترین نقطه شروع برای درک حکمت خداونده؟ پاسخ اینه که چون تشخیص صحیح روحانی زمانی به دست میاد که ما حقیقت را بدونیم و بتونیم در مورد هر حقیقتی که در طول زندگیمون با اون روبرو میشیم از طریق کتاب مقدس فکر کنیم. به عبارتی دیگه تا بتونیم دیدگاه کتاب مقدس را در مورد هر موقعیتی در زندگیمون داشته باشیم دوست خوب من ما انسان ها در درک و فهم از همه مسائل این خلقت خداوند و وقایعی که در آن به وقوع می پیوندند ظرفیت محدودی داریم ما نمیتونیم با ظرفیت محدود انسانیمون پاسخ هر سوالی را داشته باشیم. بنابراین احمقانه است که فکر کنیم عقل و حکمت محدود انسانی خودمون برای هدایت ما در زندگی کافیه. دقت بفرمایید. ذهن انسان در عین اقلانی بودن از دیدن ماهیت واقعی بسیاری از موقعیت و رویدادهای این دنیا ناتوانه اونچه که به نظر ما خوب هست ممکنه بهترین نباشه و اونچه که به عنوان حقیقت معرفی میشه گاهی دروغه غرور در قضاوت خودمان مانع دسترسی به حکمت الهی خداوند میشه اما در مقابل مطالعه و تعمق در آموزه های کلام خدا بینش ما را توسعه میده همانطور که روح القدس یعنی خداوند در روح حقیقت را برای ذهن ما روشن و کتاب مقدس را برای ما تفسیر میکنه در این صورت ما به طور فضاینده ای زندگی و وقایع آن را از دیدگاه خداوند خواهیم دید دقت بفرمایید از طریق هدایت روح القدس و آموزه های کلام خدا ما ایمانداران به عیسی مسیح پیوند مستقیمی با ذهن خداوند عیسی مسیح داریم این مهم را کلام خدا در اول قرنتیان فصل دو آیه 16 به ما یاد میده. این آیه میفرماید چگونه ممکن است که بتوانند او را درک کنند؟ آنها هرگز سعی نکرده اند افکار و مشیت خدا را درک کنند یا با او سخن بگویند و راز و نیاز کنند ولی ما مسیحیان دارای فکر مسیح می باشیم و افکار او را درک می کنیم. آمین. عزیزان در تمامی کتاب مقدس از اولین کتاب موجود در آن یعنی پیدایش تا آخرین کتاب کتاب مکاشفه خداوند افکار، اصول و حکمت الهی خودش را برای ما آشکار فرموده. شاید در اینجا برای شما این سال به وجود بیاد که چرا خداوند افکار، اصول و حکمت الهی خودش را در کتاب مقدس آشکار فرموده؟ پاسخ صحیح به این سوال اینه که تا ما بتونیم با کمک آنها در هر موقعیتی در زندگیمون استفاده کنیم. عزیزان به آیات کلیدی مطالعه ای امروز در اول قرنتیان فصل دو آیات 6 تا 16 برمی در آیه ششم پولس میفرماید با این حال وقتی در میان مسیحیان با تجربه هستم در سخنانم از حکمت و فلسفه استفاده می‌کنم اما نه از حکمت و فلسفه‌ای که مورد پسند دنیا و بزرگان آن است بزرگانی که محکوم به نابودی از عزیزان متوجه میشیم که پولس رسول در سخنان خودش به دیگران برای معرفی شخصیت عیسی مسیح و حقیقت انجیل از حکمت و فلسفه انسانی استفاده نمیکنه حکمت و فلسفه انسانی ساخت و پرداخته از آن محدود انسانی ما هستند و همیشه با حقیقت افکار خدا هماهنگی ندارند ما برای معرفی شخصیت عیسی مسیح به دیگران و تعلیم حقایق انجیل به حکمت و هدایت خداوند نیازمندیم در آیه هفتم پولس می‌فرماید سخنان ما حکیمانه است زیرا از جانب خدا و درباره نقشه حکیمانه اوست نقشه ای که هدفش رساندن ما به حضور پرجلال خداست اگرچه خدا این نقشه را پیش از آفرینش جهان برای نجات ما طرح کرده بود اما در گذشته آن را بر هیچ کس آشکار نساخته بود عزیزان سوال اینجاست که چرا پولس میگه سخنان ما حکیمانه است؟ پاسخ اینه که چون که سخنان پولس از جانب خدا و درباره نقشه حکیمانه اوست. در آیه هفتم پولیس در مورد نقشه عظیم خدا در مورد نجات انسان صحبت میکنه نجاتی که فقط توسط ایمان هر شخص به کار تمام شده عیسی مسیح بر روی صلیب حاصل میشه عزیزان دقت بفرمایید نقشه عظیم و حکیمانه خدا این بود که او یگان فرزند خود عیسی مسیح را به شکل انسان به این جهان بفرسته تا او زندگی خدا پسندانه و کاملا بیگناهی را به ما نشون بده و دیگر اینکه او به جای ما انسانهای گناهکار بر روی صلیب جان خودش را فدا کنه تا بتونه تاوان گناهان ما را یک بار برای همیشه بپردازه حال هر که به کار تمام شده ای ایسای مسیح بر روی صلیب ایمان میاره خداوند گناهان آن شخص را میبخشه او را به فرزند خواندگی به خانواده الهی خود برمیگزینه و به آن شخص حیات ابدی در نزد خود در بهشت هدیه میده در کنار تمامی این موهبت های بیمانند الهی هر کسی که به ایسای مسیح ایمان میاره خداوند روح القدس در وی سکنا میگزینه و تا روزی که اون شخص زنده هست در او با آن شخص زندگی میکنه با هم آیات 8 و نه را مرور میکنید. حتی بزرگان این دنیا نیز آن را درک نکردند زیرا اگر درک می کردند خداوند جلال را به صلیب نمی کشیدند. کتاب آسمانی نیز در این مورد می فرماید که خدا برای دوستداران خود چیزهایی تدارک دیده است که هیچ انسانی هرگز ندیده نشنیده و به فکرش نیز خطور نکرده است آمین عزیزان در این دو آیه یعنی آیه 8 و 9 پولس به طور غیر مستقیم به خطرناکی و بی‌ثباتی پیروی از حکمت و فلسفه انسانی اشاره داره انسانهای دربند قوانین دینی و پیرو مراسم مذهبی حکمت و فلسفه های انسانی بودند که نتونسته بودند عیسی مسیح خداوند در جسم انسانی ظاهر شده را بشناسند و سرانجام همین انسانهای دربند قوانین دینی و پیرو مراسم مذهبی حکمت و فلسفه های انسانی بودند که یگان منجی بشریت عیسی مسیح را بر روی صلیب کشتند عزیزان در آیه دهم ده پولس نکته فوق مهمی را بیان میکنه او میفرماید اما خدا این امور را توسط روح خود بر ما آشکار ساخته است زیرا روح خدا از عمیق ترین اسرار خدا آگاهی دارد و آنها را بر ما آشکار می سازد آمین عزیزان همونطور که قبلا عرض کردم خداوند توسط آموزه های کلامش و هدایت روح القدس روح مقدس خود در درک افکار، اصول و حکمت الهی خودش به ما کمک میکنه در آیه 11 پولس باز به اهمیت نقش روح القدس در جهت کمک به ما در درک افکار خداوند تاکید میکنه پولس میفرماید هیچ کس نمیتواند بداند که در باطن شخصی دیگر چه میگذرد مگر خود آن شخص به همین ترتیب هیچ کس نمیتواند افکار و نقشه های خدا را درک کند مگر روح خدا آمین در آیه دوازدهم پولس میفرماید خدا در واقع روح خود را به همین منظور به ما عطا فرموده است تا توسط او بر ما آشکار کند که چه هدایای پرشکوهی از لطف و برکت خود نصیب ما ساخته است بدیهی است روحی که ما یافته ایم با روح این دنیا تفاوت دارد آمین عزیزان در این آیه در آیه دوازدهم پولس در مورد اهمیت تشخیص متفاوت بودن روح القدس و دیگر روحهای پلید موجود در این دنیا تذکر میده دوست خوب من روح القدس روح مقدس خداوند یا خداوند در روح است روح القدس بعد از ایمان هر شخص به عیسی مسیح در وی ساکن میشه روح القدس در هر ایماندار به عیسی مسیح ساکن میشه تا به او کمک کنه بتونه خداوند را بهتر بشناسه تا به او کمک کنه بتونه اراده خداوند را برای زندگیش بشناسه و تا به او کمک کنه بتونه در اراده خداوند برای زندگیش شاد و موفق زندگی کنه روح القدس همچنین هادی و حامی هر ایماندار به عیسی مسیح در طول زندگی وی خواهد بود اما روح این دنیا روحای پلید و شیطانی هستند که از شیطان فرمان برداری می کنند کار روح دنیا و ارواح شیطانی همیشه دروغگویی سعی در از بین بردن ایمان ایمانداران به خداوند و تعویق نقشه او در زندگی آنهاست و خرابکاری های بیشمار دیگر. در آیه 13 هم پولس می‌فرماید به هنگام گفتگو درباره این هدایا نیز از کلماتی که به عنوان یک انسان می‌توانیم به کار ببریم استفاده نمی‌کنیم بلکه عینا همان کلماتی را به کار می‌بریم که روح خدا به ما الهام می‌کند به این ترتیب حقایق روح القدس را با کلمات روح القدس بیان می‌نماییم آمین عزیزان چقدر موجب آرامش و برکت خواهد بود اگه ما هم بتونیم مانند پولس رسول آنقدر با روح القدس مونس باشیم و کلام خدا را یاد گرفته باشیم تا بتونیم در محاوره های روزانه خودمون با دیگران از آنها کمک دریافت کنیم پولس میفرماید از کلماتی که به عنوان یک انسان میتونیم به کار ببریم استفاده نمی کنیم. بلکه چی؟ بلکه عینا همان کلماتی را به کار میبریم که روح خدا به ما الهام می کند. عزیزان ما ایمانداران به عیسی مسیح باید بسیار مواظب کلماتی که در صحبت با دیگران به کار میبریم باشیم. کلمات ما میتونن به شنوندگان ما حیات ببخشند یا اونها را نابود کنند. در کتاب مقدس در امثال فصل 18 آیه 21 میخوانیم زبان انسان میتواند جان او را حفظ کند یا آن را برباد دهد بنابراین او عواقب حرفهایش را خواهد دید عزیزان پولس در آیه چهاردهم میفرماید اما شخص بی ایمان قادر نیست افکار و اسرار خدا را که روح القدس به ما می آموزد درک کند و بپذیرد امور به نظر او پوچ و بیمعنی می آیند زیرا فقط آنانی که روح خدا در وجودشان قرار دارد می توانند مقصود او را درک کنند اما سایرین قادر نیستند این مطالب را بفهمند دوست خوب من با توجه به فرمایش پولس رسول یاد میگیریم که شخص بی ایمان نسبت به عیسی مسیح قادر به درک افکار و اسرار خدا نیست چرا چون شخص بی ایمان به عیسی مسیح روح القدس روح مقدس خداوند را در خود نداره که در درک کلام او به وی کمک کنه پولس در آیه 15 هم می شخص روحانی هر چیز را تشخیص می دهد و درک می کند و همین امر موجب تعجب و ناراحتی مردم دنیا می گردد مردمی که هرگز نمی توانند او را درک کنند عزیزان شخص روحانی همه چیز را تشخیص میده و درک میکنه حال سوال اینجاست که شخص روحانی چه کسی هست؟ دقت کنید به طور خیلی خلاصه شخص روحانی کسی هست که به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودش ایمان قلبی داره. به علاوه این شخص روحانی کسی هست که تمام جوانب زندگی خودش را به روح القدس تسلیم نموده. شخص روحانی کسیه که زندگی پاک و بیگناهی داره شخص روحانی کسیه که در اراده خداوند عیسی مسیح زندگی میکنه شخص روحانی کسی هست که کلام خدا را به طور منظم مطالعه و در آموزه های آن تعمق داره و همچنین شخص روحانی کسیه که با خداوند عیسی مسیح روزانه وقت میگذرونه چنین شخصی روحانیه چرا؟ چون که با روح خدا و برای روح خدا زندگی میکنه بنابراین چنین شخصی اراده خدا را درک میکنه و موجب تعجب مردم میشه چون که مردم بی ایمان نمیخوان بپذیرند که در واقع این قدرت روح خداست که در و توسط شخص ایماندار به عیسی مسیح کار میکنه تا او را قادر به درک مسائل روحانی نماید پولس در آیه 16 این نکته بسیار مهم را روشنتر میکنه پولس رسول در آیه 16 میفرماید چگونه ممکن است که بتوانند او را درک کنند؟ آنها هرگز سعی نکرده اند افکار و مشیت خدا را درک کنند یا با او سخن بگویند و راز و نیاز کنند ولی ما مسیحیان دارای فکر مسیح می باشیم و افکار او را درک می کنیم عزیزان انسان که با اتکا به عقل و شعور محدود انسانی خودشون زندگی می کنند و نیاز خودشون به خدا را نمی و به او ایمان نمی آورند، همان گونه که پولس رسول فرموده نمی تونن افکار و مشیت خدا را درک کنند با او سخن بگند و راز و نیاز کنند ولی ما مسیحیان ما که به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خود ایمان داریم از برکت داشتن فکر او برخورداریم این به این معناست که خداوند عیسی مسیح توسط روح القدس به ما کمک میکنه تا افکار او را به طور صحیح درک کنیم خدا را شکر عزیزان امیدوارم که مطالعه امروز ما در کتاب مقدس تونسته باشه به شما کمک کرده باشه تا ارتباط کلام خدا در اول قرنتیان فصل دو آیات 6 تا 16 را با زندگی امروز خودتون درک کنید. همینطور امیدوارم آنچه که خداوند امروز توسط این قسمت از کلامش به شما یاد داد موجب شناخت بهتر از فیض، محبت و رحمت ایسای مسیح و روشن کننده راه زندگی شما باشه آمین yeah امداشت سرایی او را با شادی عبادت کنیم شکرش بگوییم همدش سرایی ما اومه اوییم او, او خدای ما